درود سلام بر خانم شما. دکتر آزرتاش، سلام عرض میکنم آقای دکتر. عرض ارادت، حال شما خوبه؟ تمنام میکنم. مرسی شبتون از این بخیر باشه. فرمودید. خواهش میکنم، باعث افتخار بنده است. تمنام میکنم. زنده باشید. استاد بزرگوار همیشه پای تخته و در حال آموزش. خواهش میکنم. ما در خدمت شما هستیم، از این وسایل کمک میگیریم که بتونیم بالاخره اندکی در خدمت شما باشیم و وقت ارزشمند شما و عزیزان رو خدا نکرده هدر نداده باشیم. هر وقت بفرمایید من در خدمت شما هستم. تمنام کنم. اگر که اجازه بدید من کامنت ها رو میبندم و شما شروع بفرمایید. شما هم بفرمایید من شروع کنم. بفرمایید من ترمام. خواهش میکنم. سلام عرض میکنم خدمت همه دوستان، همکاران و خانواده محترم. امیدوار هستم که روز خوبی رو طی کرده باشید و ساعت خوبی رو هم پیش رو داشته باشیم. طاعت و عبادت و مقبول درگاه خداوند باشه. خداوند بزرگ شکر میکنم که فرصتی شد تا بتونم در خدمت شما باشم و یک جلسه هم‌آموزی رو داشته باشیم. پیش از اینکه وارد بحث بشم از خانم دکتر آزرتاش بسیار تشکر میکنم که فرصت رو بر بنده فراهم کردن تا بتونم مطالب رو خدمتتون ارائه کنم. مطابق روال لایف های اینستاگرامی ما یک نیم ساعت 40 دقیقه رو در خدمتتون مباحث رو ارائه میکنم که به خاطر اینکه سعی کردم به وقت ارزشمند شما احترام بیشتری بذارم، پاورپوینت ها و فیلم های رو آماده کردم که کمتر متحمل دیدن چهره من بشید و بیشتر استفاده بکنیم از هم دیگه. و در پایان هم یک 20 دقیقه نیم ساعتی در خدمت پرسش های ارزشمند شما خواهم بود که اون بیشتر بر من جلسه یادگیری هستش و از اون استفاده میکنم. بحثی که امروز من در خدمتتون خواهم داشت، طبق قراری که بخوام دکتر آزرتاش داشتیم، رابطه اختلال بیش‌فعالی در کودکان هست با سبک زندگی که یکی از شایع‌ترین و مهمترین مراجعین ما به کلینیک‌های کودکان هستند در حیطه روانشناسی و روانپزشکی. دوستان ما در حیطه روانپزشکی، اساتید در حیطه روانپزشکی و دوستان روانشناس و کسایی که کار آموزش میکنن، شاید بیشتر مراجعشون در زمینه ADHD باشه یا اختلال نقص توجه همراه با بیش‌فعالی، که معمولا موقع که اینو صحبت میکنیم تصاویری اینگونه تو ذهن ما میاد. بچه‌هایی که دارن کارهایی رو انجام میدن و 5-9% کودکان در هر جامعه ای به طور میانگین این رفتارها رو دارن. ولی یکی از نکات اصلی که ما در رفتارها باید ببینیم و دغدغه‌های خانواده رو، من پیش از اینکه بخوام به علائم بپردازم سعی می‌کنم دغدغه‌های خانواده رو بیشتر نکنم و یه مقدار واقع‌گرایانه مسائل رو ببینیم، این هستش که یه نکات کوچیک رو خدمتتون توضیح میدم. این است که حداقل ما 6 مورد رو باید توی رفتارها داشته باشیم پیش از سن 12 سالگی تا بخوایم این اختلال رو برای تشخیص گذاری کنیم. و اختلال انواع مختلف داره که حالا خدمتتون بحث خواهم کرد. در بیش از یک محیط دیده بشه، در خانه و مدرسه یا محل کار دیده بشه، حالا محل کار مظلوم بزرگسالان هست، معمولا خیلی از خانواده با مراجعه میکنن که مثلا توی خونه این رفتارها رو انجام میدن، اما مدرسه که میره یا جای دیگه که میره خیلی با شخصیت و خیلی جنتلمنه، خیلی عالیه، این رفتارها دیگه بروز نمیکنه. پس ما اونجا دیگه نوع تشخیص دیگه ای براش در نظر میگیریم. این اختلال حتما مثل همه موارد روانپزشکی و روانشناسی حتما باید بیاد توی امور روزمره تحصیلی و شغلی موجب بروز اختلالات و مشکلاتی بشه، مستدام باشه این مسئله به مدت 6 ماه. دوباره میگم اینا یکی از مسائل اصلی هستش که اگر مثلا 6 ماه نباشه، مدت پر نشه، یه نوع دیگه اختلال ADHD میشه. باید غالب مواقع بروز کنه، فقط به بعضی از اوقات نمیشه اکتفا کرد. اما این علائم چی هستش؟ 3 دسته علائم وجود داره: بیش‌فعالی و پرتحرکی، نقص توجه و تکانشگری. اگر دقت کنید، من سعی کردم با این پاورپوینت هماهنگ بشم، خیلی از اوقات ما اینو میبینیم که بیش‌فعالی و پرتحرکی علائمی هستش که این کودکان در سنین پیش از دبستان بروز میدن. نقص توجه علائمی هستش که معمولا در مدرسه تا کلاس 4 به دبستان بروز میدن. تکانشگری معمولا مواقعی هستش که در سنین بالاتر قرار میگیره. البته گفتم این پررنگ کمرنگی، یعنی معمولا ما بیشترین تعدادی که در گروه های بیش‌فعالی داریم گروه های مرکب و ترکیبی هست که همه این موارد رو با همدیگه بروز میدن. اینها دستجات
علائم هست برای شناسایی و دیتکت کردن و بررسی کردن که بتونیم استفاده بکنیم، وگرنه قرار نیستش که همه موارد بروز کنه و قرار نیستش با یه دونش ما اختلال رو بذاریم. ولی رشد معمولا به این صورت هستش که شما اگر دقت بکنید قبلیه ما در نوع بیش فعالی از نوع کم توجهی و نقص توجه معمولا شاخصه های علائممون این هستش که نمیتونه توجهش رو به طور ممتد حفظ بکنه، بهش میگن توجه پایدار، که ساستین اتنشن ما یا پرولانگ اتنشن ما دچار مشکل میشه، دقت به جزئیات نمیتونه بکنه، ساماندهی حوادث رویدادهاش مشکل داره، حواس پرتی داره، گم کردن وسایلش هست و الی آخر. حالا من اکثر گذاشتم که بیشتر بتونه تو ذهن ما بشینه و برای ما تو حافظه‌مون ثبت بشه. عدم توجه دقیق به جزئیات در انجام تکالیف و کارها، یعنی معمولا شما میبینید توی دیکته نوشتن در حالی که میدونه و میتونه، معمولا به طور نوسانی دیکته هاش دچار مشکلاتی میشه یا مسئله میشه یا برای گشتن ها دچار مشکل میشه. فراموشکاری تکالیف روزمره دوباره یکی از مواردی هست که توی قول و قرارهایی که داره، توی کارهایی که داره، معمولا یادش میره که قرار بوده چی کار بکنه، چه کار رو انجام باید میداد. اینها دوباره برای ما مهم هست. حواس پرتی، در گوش ندادن به مخاطب در گروه بیش فعالی IA، کم توجهی و نقص توجه، عدم توانایی حفظ توجه پایدار حتی موقعی که مخاطب قرار میگیرن. به قول یکی از دوستان ما میگفتش که نگاهتون پیش من، حواستون جای دیگه است. این بچه ها از این الگوها زیاد دارن که در این حالت معمولا هی معلم مجبور میشه بگه تخته و دانش آموزا فکر کنن بخاطر اینکه چش نخورن معلم داره زمه تخته، ولی در حقیقت این هستش که نه، توجه پایدارشون دچار مشکل هستش و نمیتونن این توجه رو برای طولانی مدت حفظ کنن. تمرکز در مطالعه طولانی مدت، موقعی که اینا شروع میکنن یک متنی رو به طور طولانی مدت میخوام بخونن، وسطش میبینی یک چیز دیگه، حتی ممکنه که هیچ عامل بیرونی نباشه. تمرکز در مطالعه طولانی مدت، موقعی که اینا شروع میکنن یک متنی رو به طور طولانی مدت میخوام بخونن، وسطش میبینی یک چیز دیگه، حتی ممکنه که هیچ عامل بیرونی نباشه. ذهنشون خود به خود یه حادثه رو یادشون میاد، یه اتفاق رو یادشون میاد و میبینیم که کمتر از اون طول توجه در سن مختلف رو هم خدمتتون روتینش رو میگم که کمتر از اون مدت میتونه تمرکز کنه، یا به بازی میپردازه یا به جزئیات دیگه مشغول میشه یا منحرف میشه از بحث مطالعه که داشته. نفرت داره از انجام این، نفرت واقعی از انجام تکالیف و فعالیت‌های ذهنی و واقعا دوست نداره کاری رو که نشستنی هست و باید با قلم و خودکار انجام بده پیش ببره. کارهای نیمه کار زیاد داره. معمولا آدمایی هستن که شاید به خاطر الگوهای هیجانیشون کارهای رو زود استارت کنن، شروع کنن، برن جلو، ولی نیمه کار رهاش میکنن و در پایان ندادن به تکالیف یکی از اساتید و برجستگان روزگارن که کارهای نیمه کار زیاد دارن معمولا اینها. گم کردن وسایل شخصی و نوشته اخصار، مثلا موقعی که چون نفرت دارن از انجام دادن تکالیف و کارهای ذهنی، خیلی از اوقات خانواده احساس کنه که اینها به عمد دارن وسایلش رو گم میکنن، چون بیشتر هم وسایلی رو گم میکنن که مربوط به نوشته افسار و کارهایی که ازش خوششون نمیاد و این گم کردن ها روزمره هست و در طول زندگی هم جریان داره. اتاقشون معمولا یک چنین رفتارهای سازمان نیافته ای رو داره و این در اون سبک زندگی که بهش اشاره میکنیم در پایان بحث، یکی از مواردی که همه صاحب نظران در حیطه روانپزشکی کودک بهش اشاره میکنن این هستش که اول باید اتاق و جایی که ایشون درش قرار داره سازماندهی پیدا کنه تا بتونیم که بگیم که رفتارش هم یک سازماندهی خوبی رو داشته باشه. موضوع بعدی اجتناب از تکمیل فرم و ارائه گزارش. کلا از کارهای نوشتاری بعدشون میاد و اینکه بخوان چیزی رو بنویسن و ارائه گزارشی بکنن واقعا بعدشون میاد و پرهیز میکنن. اما یک الگوی دیگه ای ما داریم که خیلی زیاد هست، بیش فعالی های HAI، هایپر اکتیویتی ایمپالسیویتی هست، یعنی اونایی که با بیش فعالی و تکانشگری نشون داده میشن، یعنی دسته دوم، که معمولا اینها وول زدن بر روی صندلی، تکون خوردن های ممتد و
ترک صندلی، انزجار از نوبت، پریدن وسط حرف دیگران، تموم کردن جمله دیگران و تفریحات پرسر و صدا داشتن و اینکه همیشه خانواده عنوان میکنه که انگار یه موتوری بهش بسته شده و هی داره میچرخه. خیلی از اوقات توی مدارس ما میبینیم که معلم های ورزش به داد میرسن و اینا رو دور حیاتی داره میچرخونن تا میدونن تا بخوان یه ذره انرژیشون خالی بشه. ولی مهمتر مسئلهش حالا اینه که من سعی کنم یه عکسی به روز باشه که انزجار از نوبت و صف و زمان که همه انزجار از نوبت و صف و زمان که همه اینجا وایسادن ماسک کرونا بگه. البته من خدمتتون میگم عکسایی که گذاشتم، گزارشایی که میدم مربوط به کشورهای دیگه هستش و هیچ کدوم مربوط به کشور ما نیست. یه موقع دچار مسئله نشیم، اینا که تو صف ماسک هستن خب ماسک ندارن که این کارو میکنن، هیچ کدوم اینا مربوط به کشور ما نیست. وول زدن روی صندلی که واقعا میشه گفت سراتر رو صندلی میشه، واقعا میشه گفت سراتر رو صندلی میشینن و اصلا برای صندلی نشستن براشون عذاب علیمه. دویدن زیاد و بیست هم معلوم نیست برای چی دارن میدونن و فقط به عنوان اینکه خودشون تخلیه بکنن. بعضی از اوقات احساس میکنی که دیگه روی دستاش داره، به پاهاش هم خسته شده، روی دستاش داره این کار انجام میده. حرف زدن، اوور تاکینگ، چیزی که میشه گفتش که حرف زدنی با جزئیات زیاد، چیزی رو با جزئیات و حواشی زیاد تعریف میکنه و مدام صحبت میکنه، در هر موضوعی یه خاطره یادش میفته حرف میزنه و همش هم میخواد که همه بهش توجه کنن و باید حتما صورتتون به سمتش باشه که این توجه ها رو بگیره. و حرفایی هستش که وقتی جمع میکنی، سر و تهش رو جمع میکنی، در داخل این حرف ها چیز زیاد مهم و معنیداری درش نیست. این رو میگیم یک اوور تاکینگ هستش. انجام بازی های پرخطر و پرسر و صدا که اینها یکی از مهمترین مسائلشون هستش که خانواده همیشه باید هوشیار باشه که یک بلای، یک آتش سوزی، یک چیزی رو انجام ندن و نمیتونن یک آروم بشینن کار رو انجام بدن. قطعا میرن سراغ کارهایی که هیجانهای زیادی داشته باشه و این معمولا با خطر همراه هستش. عدم توانایی کنترل در میهمانی ها، وقتی بچه های دیگه رو میبینن دور برشون و بیشتر میخوان خودنمایی کنن، دچار هیجان میشن که یکی از دیدگاه های مهم در بیشفعالی این هستش که اینها در کنترل هیجاناتشون دچار مشکل میشن و نمیتونن کنترل کنن هیجاناتشون رو، تنظیم کنن هیجاناتشون رو. به همین خاطر موقعی که در جاهای قرار میگن هیجاناتشون بیشتر میشه، توانه کنترل اینها در میهمون ها و جاهای دیگه واقعا بسیار سخته. اما در مورد علت شناسی، حالا ما این دو دسته رو داریم، نوع ترکیبی رو هم که داریم که نوعی هستش که تمام این حرکات، تمام این علائم رو به طور ترکیب شده داره و یک دونه دسته هم داره به نام NOS یا گروه نامشخص که میگیم علائم رو به طور کامل پر نمی کنن، میگن unspecified یا not specified یا other گروه های دیگه تشخیصی که خیلی به این گروه ها نزدیک هستن و معمولا در گروه های قرار میگیرن که خیلی خانواده ها عنوان میکنن این علامت رو داره، این علامت رو نداره، که ما خیلی مراجعینمون بیشتر از اینا هستش. یه مسئله که داریم که اصلا به ADHD یا بیشفعالی چگونه علتش چی هستش؟ یک مسئله این هستش که مسئله ژنتیک، 60-95% بار ژنتیکی در این بچه ها وجود داره و معمولا یکی از والدین، پدر یا مادر، یکی از اقوام درجه اولشون هم این اختلال بیشفعالی رو داره. بنابراین ما به جایی که میرسیم در مورد موقعی که درمان ها رو میخوایم توضیح بدیم، خواهیم دید که حتی در مقالات که بازم میگم در کشور امریکا، در انگلیس، در جاهای دیگه که واقعا مقالات زیادی کار شده که داره دارو زیاد داده میشه، هرچند دارو برای اینها لازم هستش و خیلی از اوقات باید اینو مصرف کنن، دارو زیاد داده میشه، حتی زیر سن 4 سال داره دارو داده میشه، یکی از مواردی که اصلا انجام روانپزشکی امریکا روش بحث داره داده میشه. ما میبینیم تا موقعی مقالات زیادی هست که خدمتتون میارم، تا موقعی که آموزش والدین و تغییر سبک زندگی اتفاق نیفته و این کنترل عوامل محیطی اتفاق نیفته، معمولا میبینیم حتی اون دارو درمانی هم جواب نمیده، در حالی که زیربنایی هست و بسیار لازمه. انتقال دهنده ها نفهمیدید از چه سنی میشه؟ فهمیدید 12 سال؟ از چه سنی؟ زیر 12 سال گفتم اینا باید داشته باشه. معمولا ما تشخیصی که داریم روی 5 سال تشخیص رو میذارن، 4-5 سال
تشخیص رو میشه گذاشت معمولا چون با بیش فعالی و پرتحرکی دیده میشه. مورد علت دیگه انتقال دهنده شیمیایی مغز و اختلالات عصبی مغز. اینها عللی هستن که میشه گفتش که بیش فعالی رو برای ما هایلایت میکنن. اگر دقت کنید مقالاتی هستش که براتون آوردم که دیده شده سیستم های دوپامینرژیک، یعنی همون یکی از انتقال دهنده های اصلی عصبی شیمیایی، که تعامل دوپامین و نورپینفرین در مغز باعث میشه که وقتی به هم میخوره علائم اختلالی توجه پیش میاد، میگن که اینها ارتباط هستش با وضعیت والدگری و استرس های والدین. تا موقع که اینو درست نشه اونو نمیتونیم ما درمان کنیم. با وجودی که ما میدونیم ژن های مختلفی در بروز ADHD، یه مسئله که داریم که اصلا به ADHD یا بیش فعالی چگونه علتش چی هستش. یک مسئله این هستش که مسئله ژنتیک، 60-95% بار ژنتیکی در این بچه ها وجود داره و معمولا یکی از والدین، پدر یا مادر، یکی از اقوام درجه اولشون هم این اختلال بیش فعال رو داره. بنابراین ما به جایی که میرسیم در مورد موقعی که درمان ها رو میخوایم توضیح بدیم، خواهیم دید که حتی در مقالات که بازم میگم در کشور امریکا، در انگلیس، در جاهای دیگه که واقعا مقالات زیادی کار شده که داره دارو زیاد داده میشه، هرچند دارو برای اینها لازم هستش و خیلی از اوقات باید اینو مصرف کنن، دارو زیاد داده میشه، حتی زیر سن 4 سال داره دارو داده میشه، که یکی از مواردی که اصلا انجمن روانپزشکی آمریکا روش بحث داره داده میشه. ما میبینیم تا موقعی مقالات زیادی هست که خدمتتون میارم، تا موقعی که آموزش والدین و تغییر سبک زندگی اتفاق نیفته و این کنترل عوامل محیطی اتفاق نیفته، معمولا میبینیم حتی اون دارو درمانی هم جواب و تغییر سبک زندگی اتفاق نیفته و این کنترل عوامل محیطی اتفاق نیفته، معمولا میبینیم حتی اون دارو درمانی هم جواب نمیده، در حالی که زیربنایی هست و بسیار لازمه. انتقال دهنده ها نفهمید از چه سنی میشه، فهمید بله. زیر 12 سال گفتم اینا باید داشته باشه. معمولا ما تشخیصی که داریم روی 5 سال تشخیص رو میذارن، 4-5 سال تشخیص رو میشه گذاشت معمولا چون با بیش فعالی و پرتحرکی دیده میشه. مورد علت دیگه انتقال دهنده های شیمیایی مغز و اختلالات عصبی مغز. اینها عللی هستن که میشه گفتش که بیش فعالی رو برای ما هایلایت میکنن. اگر دقت کنید مقالاتی هستش که براتون آوردم که دیده شده سیستم های دوپامینرژیک، یعنی همون یکی از انتقال دهنده های اصلی عصبی شیمیایی، که تعامل دوپامین و نورپینفرین در مغز باعث میشه که وقتی به هم میخوره علائم اختلالی توجه پیش میاد، میگن که اینها ارتباط هستش با وضعیت والدگری و استرس های والدین. تا موقع که اینا درست نشه اونو نمیتونیم ما درمان کنیم. با وجودی که ما میدونیم ژن های مختلفی در بروز ADHD نقش دارن، و گفتیم که خیلی از اوقات اینا وابسته به سیستم های دوپامینرژیک هستن و 60-95% بار ژنتیکی دارن، ولی میگن که تا موقعی که این تعامل بین محیط و رفتارهای اجتماعی سازمان یافته نشه و به سمت الگوهای درست و پیشرفته نره، نمیتونیم ما به درمانش معتقد و امیدوار باشیم. یکی از قوی ترین جاهایی که ما به عنوان رفرنس و منبع میشناسیم انجمن روانپزشکی امریکا هستش که در مورد کودکان زیر 6 سال تاکیدش بر این هستش که حتما باید پیش از اینکه دارو استفاده بشه یا همراه با استفاده از دارو درمانی، حتما باید آموزش رفتاری به خانواده ها و انواع الگوهای مشاوره‌ای به خانواده ها داده بشه، از تریپل پی گرفته تا رفتارهای دیگه، که خانواده ها بتونن محیطی رو فراهم کنن که این محیط باعث تثبیت الگوهای رفتاریمون میشه. اما در مورد آسیب شناسیش موقعی که ما یا پاتولوژیش صحبت میکنیم، میگن که در نوار مغزی اینها امواج موج آهسته زیاد دیده میشه، کاهش حجم کلی مغز در امارای دیده میشه. گفتم اینا مال مواردی هستش که ADHD های تیپیکال و شدید هست. اما یکی از علتهای تکاملی که درش بحث میشه، تأخیر در رسش و تکامل بخش قدامی خلفی آهیانه هستش، که نقطه هست فرونتو تمپرو پاریتال خلفی
که این همکاریش با مدارهای استریوتال یا هسته‌های قاعده‌ای و مقچه میتونه برای ما الگوهای نقص توجه ایجاد کنه. چون استریوتال یا هسته‌های قاعده‌ای و مقچه میتونه برای ما الگوهای نقص توجه ایجاد کنه. چون اینجا دیگه نورانتومی رو زیاد بحث نمی کنم. یکی از مسائل ما اینجا هستش که اگر دقت کنید همینطور قسمت فرونت و پاریت و تمپرال که ناحیه هستش که استیجی هستش که ادراکات ما بیشتر به اینجا برمیگرده و این ادراکات و پرسپشن ها برای ما نقش بسیار بسیار زیادی دارن. سن 2 تا 7 سالگی که حالا میبینیم که اینجا ناحیه هستش که اگر دقت کنید شنوایی، درک شنوایی سطح بالا، گفتار، برنامه‌ریزی حرکتی، خواندن تو این ناحیه تعامل و تلفیق پیدا میکنن. و بنابراین موقع که ما میگیم بچه ADHD تو این ناحیه دچار مشکل میشه، ناحیه ادراکات، متوجه میشیم که چقدر رو تمام ساختارهای عصبی میتونه تاثیرگذار باشه. ما چیکار کنیم؟ مسئله وجود داره، اما یه چشمانداز خیلی خوب ما داریم. مغز عملکرد اصلیش یادگیری و رفتار هستش. بنابراین مغز یک سیستمی هستش نان لینئار، غیر خطی، که میتونه خودش رو ارتقا بده، بهبود ببخشه. نان لینئار دوستان مهندسی هم توی این زمینه خیلی استفاده میکنن، توی نوروساینس هم استفاده میشه. به سیستم هایی گفته میشه که میزان ورودی با خروجی مطابقت نداره، جنس ورودی با خروجی مطابقت نداره. وقتی شما ممکنه که 2 تا بدید 25 تا بگیرید، قرار نیست 2 تا بدید 2 تا بگیرید. اگر 2 تا 2 تا باشه میشه لینار. وقتی که نان لینار هست خیلی از اوقات میبینیم، همونطور که خدمتتون خواهم گفت، میبینیم که ما روی عملکردهای حرکتی درکی کار میکنیم، مسائل رفتاری بهتر میشه. بنابراین این مغز سیستم نان لینار داره و همیشه در مختلف مغز نان لینار داره و همیشه در مختلف مغز نوروپلاسته دارن، میتونن خودشونو تغییر بدن، اصلاح بکنن و به جلو برن. بنابراین رفتارهایی که ما بروز میدیم میتونه روی مغز تأثیر بکنه. یعنی در حقیقت ما موقعی که مغزمون تغییر میکنه رفتارمون تغییر میکنه. موقعی که رفتار تغییر کنه باعث تغییر در شبکه های مغزی خواهد شد. این فیلم کوتاهی هستش که من گذاشتم، اگر بتونیم این فیلمو با هم دیگه ببینیم که چگونه هستش که مغز موقعی که ما میگیم سیناپتوژنزیس اتفاق میفته، میگیم همه ماها موقع به دنیا میام، آینشتاین، دیگران که به دنیا میام، همه ما در سیستم و ساختار گراس، ساختار درشت مغزیمون یکسان هستیم. اما آنچه که ما رو بعدا متفاوت میکنه الگوهای یادگیری هستش که بروز میدیم، که این دندریت‌ها جوانه میزنن در تارهای عصبی ما، در نورون‌های ما، در قسمت دندریت‌های ما. این جوانه زدن هستش که باعث یادگیری میشه و الگوها رو پیش میبره، که تعداد اینها باعث تغییر شیارهای مغزی ما میشه. نگاه کنید موقع که ما در اول کار هستیم انگار با پای پیاده بخوایم مسیری رو بریم، تا اینکه این میخواد به جاده مال رو تبدیل بشه، و موقع که این الگو دیگه زیاد تکرار میشه دیگه به صورت اتوبانی میشه و برای فرد پایدار میشه. برای پایدار شدن یک رفتار همیشه ما میگیم که یک تاثیر زیادی وجود داره در الگوها و کیفیت رفتارهایی که با کودک میشه و رفتارهای مغزی میتونه تغییر کنه. یه موضوع خیلی مهم ما این هستش که مغز موقع تولد کامل نیست. تا سن 6 سالگی است که 90% الگوهای مغز تکامل پیدا میکنه. پس بنابراین ما موقع که تو سن 4 تا 5 سالگی تشخیص اولیه اتریسک یا در مرض خطر کودک بیش فعال دریافت میکنیم، میتونیم تا 6 سالگی امیدوار باشیم که با الگوهایی که داریم تغییر میدیم در عملکردهای مغزی تغییرات ایجاد کنیم و انشالله اونا رو به سمت باثبات پیش ببریم. یکی از دیدگاه‌هایی که روانشناسا خیلی استفاده میکنن و برای ما هم خیلی ارزشمند است در الگوهای کاردرمانی و توانبخشی کودکان، دیدگاهی هستش که ژان پیاژه داره، دیولپمنتال کاگنیشن یا کاگنیشن دیولپمنتال، که برای ما بیان میکنه دانش یا هوش ماحصل کاری است که ما با اشیا میکنیم. به قول معروف ور رفتن های یه دستی و دو دستی، آوردن تو خط وسط، مراحل مختلفی که ما براش درگیر میشیم در خط افق، بالاتر خط افق بودن، و این هاست که هر چقدر کار میشه روش و به کارگیری میشه
باعث ثبات یادگیری ما میشه و میتونه تعاملات ما رو پیش ببره. این دوره ها معمولا بین دوره 2 تا 7 سالگی برای ما هست که موقع که ما پرسپشن یا درک رو بالا میبریم باعث میشه که رفتار بشه، شناختمون بهتر بشه، مسائل شناختیمون بهتر بشه، چیزایی که ما واقعا تو بچه ADHD بهش نیاز داریم. در هرم یک پارچگی حسی اگر دقت بکنید میبینیم که در این قسمت که مربوط هستش به ساختارهای ادراکی حرکتی، خیلی اوقات خانواده‌ای که به کلینیک مراجعه میکنن و ما تو این سن براشون در مورد رویکرد ادراکی حرکتی براشون میذاریم، براشون جای تعجبه که من با دیدگاه مثلا نقص توجه از مدرسه مراجعه کردم به اینجا، ولی شما برای بچه من دارید مثلا کارهای حرکتی رو انجام میدید. اینجا ما توضیحی که میدیم معمولا هستش که در قسمت ادراکی حرکتی که زیربنای به دست آوردن توانمندی‌های زبانی، عملکرد اجرایی توجه، ارتباط دیداری فضایی هست که منجر به یادگیری علمی خواهد شد و برای ما یادگیری علمی ایجاد می‌کنه، تغییر رفتار ایجاد می‌کنه. اگر دقت بفرمایید هماهنگی چشم و دست است، کنترل حرکات چشمی است، تطابق وضعیت. این کنترل حرکات چشمی یکی از بزرگترین مسائلی هست که ما حالا باهاش صحبت خواهیم کرد. بنابراین ما میبینیم که زیربنای اینها که بخواد رشد بکنه، یکی از مسائل اصلی ما کارکردهای حرکتی، حرکتی بدنی، پوزیشن و الگوهای حرکات چشمی ما هست. اصلیه براشون در مورد رویکرد ادراکی حرکتی براشون میذاریم، براشون جای تعجبه که من با دیدگاه مثلا نقص توجه از مدرسه مراجعه کردم به اینجا، ولی شما برای بچه من دارید مثلا کارهای حرکتی رو انجام میدید. اینجا ما توضیحی که میدیم معمولا هستش که در قسمت ادراکی حرکتی که زیربنای به دست آوردن توانمندی های زبانی، عملکرد اجرایی توجه، ارتباط دیداری فضایی هست که منجر به یادگیری علمی خواهد شد و برای ما یادگیری علمی ایجاد می‌کنه، تغییر رفتار ایجاد می‌کنه. اگر دقت بفرمایید هماهنگی چشم و دست است، کنترل حرکات چشمی است، تطابق وضعیت. این کنترل حرکات چشمی یکی از بزرگترین مسائلی هست که ما حالا باهاش صحبت خواهیم کرد. بنابراین ما می‌بینیم که زیربنای اینها که بخواد رشد بکنه، یکی از مسائل اصلی ما کارکردهای حرکتی، حرکتی بدنی، پوزیشن و الگوهای حرکات چشمی ما هست. در الگوی هرم یک پارچگی هستی که یکی از رویکردهای اصلی کاردرمانی هم هست به نام SI یا یک پارچگی هستی، خیلی از اوقات ما در کاردرمانی رو میشناسیم، الگوهای پراکسیس یا سازماندهی رفتار، همون الگوهایی که گفتیم سازماندهی رفتار میخواد، جلوگیری کردن فراموشکاری، حواس پرتی میخواد، میبینیم زیربناش دوباره به عنوان کارکردهای حرکتی اصلی اومده، اما نه هر حرکتی، حرکاتی که با همدیگه حالا بحث خواهیم کرد که درک فرد رو بالا داره، کنترل وضعی بدن، کنترل پوستچر رو بالا داره، کنترل حرکات چشمی ایجاد میکنه. سو برتری یا غلبه طرفی که ما معمولا یکی از اختلالهایی که در این کودک ها میبینیم این هستش که دو سو توان هستن، یعنی با هر دو دستشون میتونن کار بکنن و این عنوان یک اختلال برای ما تلقی میشه. در مورد اینکه حالا سیستم های ادراکی شامل چه چیزایی میشه، دوباره من اینو براتون آوردم، نمودار تلفیقی رویکرد یک پارچگی حسی هست که با حرکات چشمی، حرکات بدنی، الگوهای هماهنگی دو طرفه و اینجور چیزا شروع میشه تا بخواد به هماهنگی چشم و دست در زاویه های مختلف، در سطوح مختلف برسه و برای ما تولید نهاییش اینا باشه. شما با وای فای وصل شدید، عذر میخوام ازتون. بله من با LTE یا با LTE هستم؟ با LTE هستم. الان تصویر بهتر شد؟ بله بله مثال تو بفرمایید شما بهتر شد. خیلی برای اینکه توانایی تصاویر رو میگم بهتر شد، توانایی تمرکز، توانایی سازماندهی، خودکنترلی، اعتماد به نفس، توانایی یادگیری، اینها مسائلی هستش که توی محصل کار ما ایجاد شد. یکی از مهمتر مسائل دیگاه که پارت هست صداتون قطع شد. بفرمایید. اوکیه، تصویر الان بهتر شد خانم؟ تو تصویر مبهمه؟ نه تصویر میگم مبهمه، میتونی بذاری صداتون ولی خوبه. تصویر میگم مبهمه، الان بهتر خانم؟ تو نمیدونم به خاطر اینکه مثل که اینترنت یه داره مشکل داره. بله فکر کنم از اینترنته. بله توی کنترل حرکات میبینیم وضعیت بدنی که همون یک جا نمیتونه قرار بگیره، حس عمومیش مشکل داره، بول زدن روی صندلی یا اینکه تشخیص چپ و راست بدنیش و اینکه لترالیتی و اینا شکل بگیره، جهتیابی بدنی، جهتیابی های
دایرکشنال و اورینتیشنال و کشفای منظم ادراکات، اینها سلسله مراتبی است که ما در الگوهای حرکتی فعالیت‌هایی به نام پرسپچوال موتور اکتیویتی یا PMP پرسپچوال موتور پروگرام، کتابش هم هست و این کتابی هستش که توی امریکا چاپ شده، جانستون رامون پروتکلی است که مقالات زیادی روش انجام شده. این پروتکل هفته به هفته درش هست که خیلی از تمرینات و الگوهایی که ما در کار درمانی استفاده می‌کنیم از این کتاب هست و تمرینات که داده میشه تا زیربنای همون ادراک حرکتی باشه که توجه تمرکز رو بالا ببره. در سایت آپارات اگر مراجعه بفرمایید، اونجا 10 تا فیلم هستش که من گذاشتم، فیلم هایی که نریشن کردم، صدا روش هستش، از الگوهای درک حرکتی که خیلی از اوقات در خونه میشه انجام داد، در کلینیک های کاردرمانی دوستان ما این رو انجام میدن به عنوان زیربنای ساختار توجه. یکی از مهمترین مسائل آگاهی های زمانی هست یا تمپورال اورننس ما هستش که یکی از شاخصه هایی که ما در کاردرمانی شاید به عنوان مثلا یه واحد دو واحد میخونیم، هماهنگی چشم و دست و هماهنگی های چشم و پا و سیستم های عضلانی مدلتای حسی هستش که اینها چقدر میتونه نقش داشته باشه در شکل گیری توجه ها. همچنین ریتم به عنوان یکی از شاخصه هایی هستش که فرد بتونه همزمان و هماهنگ با صدا حرکت هایی رو انجام بده یا همزمان با یک صدایی که میشنوه بتونه یک کلمات رو بگه. اینها رو ما خیلی بهش تاکید میکنیم و برای کودک اینها خیلی شادی آفرین هستش که فردون که چو شادی بکاهد بکاهد روان، خرد گردد اندر میان ناتوان. بنابراین خود این که باعث شادی میشه باعث الگوهای فید فورواردی میشه که فرد اینها رو خیلی مرتب تغییر بده. این زمین یکی از دیدگاه‌هایی که و بخش‌هایی که معمولاً غفلت میشه ازش، دیدگاه‌هایی هستش که دوستان از گفتار درمان ما دارن که روی مسائل شنیداری کار می‌کنن، که دقت کنید رو ناحیه تمپرال تو قسمت هشل ما بیشتر گرفتاری شنیداری رو داریم و یکی از مشکلات اصلی که همیشه به کودکانی که در معرض بیش‌فعالی هستن تاکید میشه که چک بکنن سیستم‌های شنیداریشون هست، که ببینن سیستم شنیداریشون واقعا چقدر مشکل داره. منبع صدا رو پیدا کردن، الگوهای هماهنگی حرکات با سیستم‌های شنیداری، اینها خودش زیربناهایی هستش که در قسمت شنیداری باش کار میکنه. آواز خوندن، رقصیدن، حرکات موزون، اینها سیستم ها یا پیدا کردن. مثلا قبلا اینجوری بودش که بازی هایی که انجام میدادن که چشم فرد رو میبستن با زدن صدا و فرکانس های صدا سعی میکردن که این رو ایجاد بکنن که چقدر به منبع اون هدف نزدیک شد یا دور هستی. اینجور سیستم ها میتونه خیلی کمک کننده باشه. این مقاله بوده که من در خدمت خانم دکتر امیدی، خانم دکتر بهنیا و خانم دکتر دهقان کار کردیم. تمرینات ادراک حرکتی بر اختلالات رفتاری چه تأثیرهایی گذاشته و خیلی برای ما مهم بود، یه کاری که با خانم دکتر خوشابی و خانم دکتر بهنیا و خانم دکتر سلوکی انجام دادیم و عملکرد حرکتی و توجه رو چقدر تونستیم در بچه‌ها با هم دیگه رابطه‌اش رو پیدا کنیم و اون توجه پایدار هست. اما یکی از نکات اصلی که ما الان باهاش طرف هستیم مسائل حرکت چشمی هستش که مقالات متعددی اومده دیده که و همینطور پروفسور اوورتون تو دانشگاه شفیلد که بنده خب مقاله رو باشون کار کردم، میگن که حرکات چشمی کودکان بیش فعال تو ناحیه سوپریور کالیکولوس مشکل هایی داره و این مشکل ها باعث میشه که توی سیستم های درکیشون و سیستم های حرکتیشون دچار مشکل باشه. اینها و مدت زمانی که چشمشون روی نکات یا نقطه های معنادار و مفهومدار تصاویر فیکس میکنن، اینها تفاوت کنن با بچه های عادی، که این یک الگوهایی است که میبینیم با سیستم های آی تراکینگ و دستگاه ها تو کلینیک باشون کار میکنیم. پروتکل هامونو ما در کلینیک تونستیم مدون کنیم و به صورت یک مقاله که گفتم با خانم دکتر جان محمدی و پروفسور اوورتون تو دانشگاه شفیل اینا تو کلینیک کار کردیم که چقدر، و تو مجله آی موومنت جورنال که مجله ISI هم هست تونستیم اینو چاپ کنیم که ویژوال تراکینگ ها چقدر تونسته در بررسی و کنترل مسائل رفتاری کودکان ADHD تاثیرگذار باشه.
و جالب این هستش که موقعی که ما در پروفرونتال فرونتال رو تمام جوانب تاثیر میذاره و این یکی از خاصیت های مهم یک بارشگیه که توی ADHD نظر میله کورسو بارکلی هستش که در نظر بگیریم. میتونیم بگیم که مهار و تنظیم هیجان در این بچه ها دچار مشکل میشه و برای همین هستش که ده فرمان کلی پرورشی تربیتی در کودکان رو میده که اینها خیلی مهم هست و باید روی استایل زندگی قرار بگیره. تشویق‌های مناسب و پاداش بلافاصله کودکمون رو ببینیم، تشویق‌های بزرگتری که بتونه کودک رو به شوق بیاره. همیشه تشویق این جایزه دادنه نیست، بعضی وقت ممکن ذوق کردن خانواده، حالت تغییر صورت بدنی، حالتی که بخواد واقعا احساس کنه که پدرمادرش چقدر خوشحال شدن از رفتارش. بیشتر میگن عمل کنید، داد و بیداد نکنید. پرخاشگری میتونه یک الگوی برعکس هم برای ما داشته باشه و این بچه‌ها بیشتر اون رو یاد بگیرن. برنامه‌ریزی کردن و با برنامه زندگی کردن خوش میتونه یک از الگوهایی باشه که ما براش وقت میذاریم و مهمترین مسئله اینه که بخشش گذشته بچه باید یاد بدیم و همینطور خودمون یاد بگیریم که یک الگو هستیم برای بچه. و تأخیر موقعی که ما می‌خوایم تنبیه بکنیم تأخیر و اینا رو همیشه احساس کنیم که برای تنبیه همیشه وقت است. دستورات که می‌خوایم به کودک بدیم ساده باشه، چند مرحله‌ای نباشه. متوجه بشیم که کودک متوجه شد حتما و از این الگوها باید برای کارامون استفاده کنیم که دو دستور رو همزمان بهش ندیم، واضح و شفاف صحبت کنیم. بردبار باشیم، شکیبا، هیچ وقت اون رو یک بچه بد تلقی نکنیم که بگیم تو ذهنمون باشه که اصلا وسط چی گم میکنه، حتما قصد داره این کارو میکنه، میخواد منو اذیت کنه. اینها میتونه خودش خیلی تاثیرگذار باشه. راگرم برای مدرسه بهشون میدن که دور بشینید، گرد بشینید، تغییر توانی داشته باشید، از چراغ و نور و صدا استفاده کنید. دیدیم که حتی تو آیتراکی چراغ و نور چقدر میتونه تاثیرگذار باشه. زبان بدنی رو باشون تمرین بکنید، هم بادی لنگویج ها و الگوهایی که گفتیم، حالا رقص خودش یکی از الگوهای بدنی هستش. کلاس همراه با شوخی باشه و موسیقی رو براشون استفاده کنیم و ریتم ها. محرک های صوتی و محیطی رو کم کنیم. از اینکه اکویی بخواد بشه صدا توی محیط حتما باید اجتناب کنیم و به وضعیت های نگاه بچه ها، سطح تخته، اینا رو باید در نظر بگیریم. استفاده کنیم از پوینتر. هم‌آموزی دانش آموزان خیلی میتونه برای ما موثر باشه و استفاده از هدفون که شاید در لطف فضل مجازی بچه های ما این الگو رو دارن یواش یواش تجربه میکنن. نکات دیگه ای که هستش اینه که مدیریت و سازماندهی زمان تو خانواده باید خیلی باشه. خیلی از اوقات ما تو الگوهایی که خانواده با ما صحبت میکنن میگیم خب خودتون ساعت چند میخوابید، خودتون چقدر با برنامه هستید. میبینیم که اون الگویی که دارن میدن الگوی مناسبی نیست. الگوهای خواب کودک خیلی مهمه. خیلی از اوقات خانواده احساس میکنه الان که سریال قطع شد، الان که فیلم قطع شد، بچهش میتونه بخوابه. بچه بیشتر اینجوری نیست. حتما باید از اون هیجان تصویری گرفته بشه تا بتونه خواب خوبی داشته باشه و راحت بخوابه. غذا خوردنشون رو باید دقت کنیم. وسایلی که و موادی که باعث بیش‌فعالی میشه رو کمتر استفاده کنیم. تو محیط‌های باز خیلی اینها نیاز دارن برن. همش تو محیط بسته قرار گرفتن ممکنه علائم اینا رو تشدید کنه. یکی از مهمترین مسائل بررسی شنوایی کودکان هستش. که شنواییشون رو حتما باید چک کنیم. واکنش های هیجانیشون رو اجازه بدیم بروز کنه و خودمونم بروز هیجان رو یاد بگیرن. بیشتر خیلی برای ما مهم هست و مادر در الگوهای تربیتی خود والدین باید آرامش داشته باشن و اهل داد و بیداد نباشن تا بعدش ما بتونیم انتظار داشته باشیم فرزندان هم همین الگو رو داشته باشن. این نمونه‌ای از بازی‌هایی هست که پیشنهاد میشه که رو در رو وقت گذاشتن، چش تو چش با بچه‌ها بودن و الگوهای وانمودی، همینطور وقت گذاشتن با بچه‌ها توی پارک، نه اینکه آدم تو پارک رها کنیم بالا خودشون بخوام بچه‌ها رو حمایت بکنن و الگوی بچه‌ها باشیم. خودمون کتاب بخونیم که اونم بتونن کتاب خوندن رو یاد بگیرن. اینا تمریناتی است که معمولا خیلی از اوقات به خانواده‌ها ما ارائه می‌کنیم. و بحث رو با این جمله استادم آقای دکتر اشعری تمام می‌کنم که میگه شادی تقسیم نشده در حقیقت اندوه بدبخت شده است. اگر یک بچه ای واقعا دوست نداشته باشه، همبازی نداشته باشه، قطعا
میشه گفتش که شادی نخواهد داشت، حتی اگر تو بهترین خواهم بودی کنید. من در خدمت شما هستم. یه بخش دکتر خواهش میکنم، بنده در خدمت شما هستم که سوال بدید، من باش رو باز میکنم. گفتن اکثر بچه های فامیل ما این علائم توشون زیاد دیده میشه، یکی از اونها فرزند لقاح مصنوعی داره، آیا این تشدید میکنه؟ ولی باید توی تکس ها و مسائلی که وجود داره معمولا من چیزی ندیدم که بخوام بگیم این مسئله میتونه تاثیرگذار باشه براشون، ولی خب این لقاح مصنوعی خودتون میدونید که یک استرس رو به مادر بیشتر وارد میکنه و این استرس مادر میتونه خودش اون بار استرسی و انگزایتی رو به بچه ها منتقل کنه. چون من دیگه وارد بحثای همبودی و کوموربیدیتی پیشفعالی نشدم. توی بحثای کوموربیدیتی و پیشفعالی بچه ها یکی از بزرگترین مسائلی که برای بچه ها هست اضطراب مادر در دوران بارداری هستش که میتونه خیلی زیاد تاثیرگذار باشه و این رو برای ما بیشتر سر و شکل بده. میگن اگر این علائم در دوران بچگی فرد دیده شده باشه و در بزرگسالی نباشن باز هم خطرسازه؟ ما چیزی که داریم هستش که هر چقدر که گفتم خدمتون، یک پاورپوینت رو من خدمتون دادم که الگوها شروع میکنم و تغییر کردن، بیش‌فعالی و اینها شروع رو تغییر کردن و بعضی از اوقات تکانشگری جانشینش میشه. خیلی از اوقات ما باید مطمئن باشیم که این تکانشگری نیست. منبعی که بودش میگه 50% اینها به بزرگسالی که میرسن خیلی از اوقات ممکنه که علائمشون بهبود پیدا کنه و خیلی خوب پیش برن، ولی باید مراقب بود چون ممکنه که تکانشگری به سمت قماربازی، به سمت هیجان سرعت و دوست داشتن بوهای مختلف به اینجا موارد تبدیل بشه. برای همین هم تاکید میکنن که باید همیشه مراقب باشید ببینید که کاملا این مسئله از بین رفته یا نه. تکانشگری به رفتارهای گفته میشه که عجولانه، بی هدف، سرمایه گذاری های بدون در نظر گرفتن عاقبت و کارهایی که بتونیم بگیم بدون کنترل هیجان و بدون کنترل فکر و عاقبت سنجی انجام میشه. خیلی از اوقات متاسفانه در بزرگسالی این رفتارها دیده میشه که بعضی وقت پرخاشگری ها و جنجال هایی برای فرد ایجاد میشه، میتونیم بگیم تبدیل الگوهای بیش‌فعالی حرکتی هستش که باید تکانش بده. گفتن پسرم 4 سال و 5 ماهشه، همش میگه هیچکی منو دوست نداره، ناراحته، خیلی زود رنجه، کم توقعه، سریع گریه میکنه. کم توقعه یا پرتوقعه؟ کم توقع نمیشه، حالا پرتوقع باشه که گریه کنه دیگه. فکر کنم من از این پرتوقع باز میشه. ما مهمترین مسئله که هستش اینه که میگیم که یک انسان یک مجموعه ای است از علائم، یعنی دیدگاه هالیستیک داریم و نگاه میکنیم. الان الگوهایی که این دوستان فرمودن، من بیشتر الگوهای عاطفی و الگوهای خلقی دارم میبینم. درسته که مود دیزوردرها هم یکی از اختلالات همبود در کودکان بیشفعال تلقی میشن و در الگوهای لجبازی دیده میشن، ولی معمولا گرفتن شرح حال دقیق و درست در من در حضور شما دارم درس هست نخوان به شما خود کنید و ما از شما یاد کنید. گرفتن هیستوری کامل از خانواده که بچه فرزند چند با خانواده هست، فرزند بعدی چه وضعیتی داره، چه سن و سالی داره، اینها خودش میتونه خیلی کمک کننده باشه. یا وضعیت روحی روانی بچه ها، خیلی از اوقات ما مسئله‌ای که داریم میگیم که میزان بازی که با بچه میشه، حالا ممکنه خیلی از اوقات بچه های ما امروزه اووردوز اسباب بازی داشته باشن ولی کمبود هم بازی داشته باشن، یا خانواده ها خیلی از اوقات مراجعه میکنن بیشتر دنبال این هستن که بازی کردن رو یاد بگیرن. خیلی از اوقات من یک خانواده اینو در خدمت شما بودم، از اساتید فرهیخته ای از انگلیس اومده بودن، برای من خیلی جالب بودش که اصلا بازی کردن با بچه رو بلد نبودن، یعنی واقعا با بچه‌شون می‌خواستن صحبت کنن، لطفاً خواهش می‌کنم بود. خب اینها میتونه به بچه اینو القا بکنه که یک رفتار رسمی وجود داره و یک رفتار شاد و هیجان انگیزی بروز نمی‌کنه تو خونه و این میتونه زمینه ساز این بشه بچه احساس کنه که دوست داشته نمیشه. گفتن که بچه پسر 12 ساله‌ای دارن که علاقه به خیلی از اوقات خیلی جسارت می‌کنن. ببخشید اون سوال دیگه، نکته دیگه،
خیلی از این تجارب بالینی هستش که من یاد گرفتم، چون اینا از خانواده آدم میشته. خیلی از اوقات هم روابط بین پدر و مادر یا مثلا یک برادر بزرگسال یا یک خواهر بزرگسال تو خانواده حاکم هست و میبینید اینها زبان مشترک خیلی دارن در مورد خیلی هم مسائل، چه میدونم کرونا، نمیدونم خیلی هم مسائل با همدیگه صحبت میکنن و این بچه احساس میکنه که اصلا در گفتگوی اینا هیچ سهمی نداره، هیچ نقشی نداره. حالا تلاش میکنه که با این مظلوم نمایی ها خودش رو برای خانواده عزیز کنه و به اینها برسونه که من دیده نمیشم و من رو ببینید. این هم میتونه یکی از دلایل باشه. گفتن پسر 12 سالشه و علاقه ای به درس و مدرسه نداره و مشاوره هم نمیاد. دلیلش بیش‌فعالیه. والا معمولا ما همیشه توصیه میکنم تو اینجور مواقع که مسئله آموزشی حد اول مطرح میشه، من همیشه از دوستان روانسنجم کمک میخوام که یک تست هوشی بگیرن و ببینیم که وضعیت هوشی کودک چطور هست، که آیا مسئله هوشی نیستش که واقعا ایشون نمیتونه که انجام بده یا نمیتونه که اون سیستم آموزشی رو پاسخ بده، یا اون سیستم آموزشی که خانواده داره براش تحمیل میکنه. خیلی از اوقات من دیدگاه پالفریره رو تو ذهنم در نظر میگیرم. ما یک کلمه داریم به نام مادر مظلوم تو دیدگاه پالفریره که مطرح میکنه که اونقدر به بچه امکانات داده میشه، اونقدر ازش خواسته دارن که کلاس شطرنج میره، فرانسه میره، نمیدونم موسیقی میره، با کلاس ها پرش میکنن، بچه هیچ وقتی رو نداره که خودش بخواد با خودش زمان بگذارونه و از زندگی خودش لذت ببره. و اینجا میگن یک مادر مظلومه، مادر ظالم هستش که داره بچه ظلم میکنه. در مورد ایشون هم من نمیدونم آیا تست هوشی گرفتن، آیا ایدئولوگ ها و آرزوهاشو پرسیدن، آیا با ایشون یک جلسه گذاشتن که مثلا آزاد صحبت کنن ببینن دیدگاه هاش چی هستش. من خودم یک نمونه ای رو داشتم که مادر پدر تو این زمینه اومده بودن که بچه ما درس نمیخونه و بعد موقعی که من با ایشون صحبت کردم تو همین سنه اول دبیرستان اینا هم بودش، صحبت کردم و افتخار دادن به من که من باهاشون صحبت کنم، فقط دیدیم که پسره خیلی باهوشتر از من هست و با توجه به سن پدرش و اینکه خب وضعیت خانوادگی پدرشون و اینکه ایشون بخواد بره دانشگاه نمیدونم چقدر باید درس بخونه که چقدر پول در بیاره و الان پدرش 80 سالشه، ایشون باید به فکر بعد از پدر باشه، باید صد سامون بده، دیدم ایشون باید برای من کلاس بذاره و به من یاد بده که هدف زندگی شاید چیز دیگه ای باید باشه. باید دیدش که واقعا نگاه کودک به درس خوندن و آینده چه چیزی فرق داره. خیلی فرق داره. من سوالا می نویسن یه کوتاه با هم میتونید هم اوتیسم رو تعریف بکنید؟ بیشتر مسئله که ما داریم اوتیسم در خودماندگی هست و برقرار نکردن ارتباط با دیگران که به رفتارهای تکراری و رفتارهای کلیشه‌ای منتصب هست و اینکه رشد زبانی و ارتباطی اینها به شدت آسیب دیده هست، در حالی که ما الگوهای متضاد رو تو بیش فعالی میبینیم. هرچند ما خیلی از اوقات عدم تمرکز رو تو بچه اوتیسم میبینیم، ولی این دلیل نمیشه این دوتا اختلال با همدیگه کوموربیدیتی دارن، با همدیگه همبودی و همزمانی وقوع دارن، ولی اینطور نیستش که از یک نوع باشن. گفتن چه خوردنی هایی باعث بیش فعالی میشه؟ آیا دسر دنت باعث بیش فعالی میشه؟ والا معمولا چیزی که وجود داره، حالا من اسم کارخونه ها رو نمیارم، نه تبلیغ بشه نه ضرر بکنن که بعدا سو کنن شما رو خواهم گفت، ولی اون چیزی که وجود داره کاکائو معمولا میگن که خب شیرینجات اینها، یا من توی مقاله خونده بودم گوجه فرنگی، حتی اینها باعث میشه که بچه به سمت اون بیش فعالی بره و قند زیاد میتونه این عامل رو این وضعیت رو تشدید بکنه. دختر من تست بیش فعالی داده و همجور اشتباه جواب میدن شما کامل بفرمایید. نه آقای دوست این چه هستی در تخصص شما شما بندر کامل بفرمایید. امن نام کنم آقای دکتر. گفتن من تست بیش فعالی دادم و منفی بوده ولی علائم رو داره دخترش، چی کار باید بکنیم؟ معمولا همیشه اون چیزی که ما یاد میگیریم این هستش که تشخیص گذاری با هیچ آزمونی انجام نمیشه. حق تشخیص گذاری با روان پزشک است و روان پزشک هستش که با اسناد گزارشی که میگیره و با اون شرح حالی که از خانواده میگیره و رفتاری که میگیره، خیلی از اوقات
فیلم هایی که خانواده از رفتارهای بچه ها میگیرند و بازی کردنهاشون میگیرند، گزارش هایی که میدن، معمولا اون خیلی برای ما بیشتر از اون تستی که انجام میشه ارزشمند هست. و من فکر میکنم که ایشون لازم هستش که شاید یک روانپزشک دیگه مراجعه کنه، فیلمایی رو نشون بدن و رفتارها رو کاملا توضیح بدن. شاید به پرسشنامه به هیچ وجه با هیچ ابزار آزمون تشخیصی استناد نکنن. تشخیص حتما با روانپزشک بوده. آیا خودتونم این کار رو انجام میدید دیگه اگه دوستان بخوان به شما مراجعه بکنن؟ نه من که فعال ما توان بخشی بیشتر و کارهای درکی حرکتی اتاق پر...